اگر درخت انجیر داری و نمیدانی که در فصل خزان یا در پاییز برای درخت کود بدهی یا ندهی چی فایده داره و چگونه و چی کود را باید به درخت انجیر در فصل خزان یا پاییز بدهی، این ویدیوی درست را پیدا کردی. تا آخر با ما همراه باشین تا اینکه تمام مشوره های لازم را خدمت شما به اشتراک بگذاریم. به اطلاع عموم نهالکاران و قوریه‌داران ایران و افغانستان رسانیده می شود که اگر می خواهید نهالهای شما با بهترین نوع نهالهای جهان که بازار تجارتی جهانی دارد پیوند و اصلاح شود، برای درخواست کمک و ایجاد ارتباط با متخصص با شماره واتساپ 2093 70 60 58 116 در ارتباط شوید. سلام و درود به یک و یک شما خوبان و عزیزان، قربان آزاد هستم و خوش اومدین به یک ویدیوی کاملا پاییزی و خزانی جدید که خیلی مهم هست. با جزئیات گوش کنین تا اینکه دقیق یاد بگیرین. دوستای خوب من، در فصل خزان کد دادن خیلی مهم هست و فایده های بسیار زیاد داره که 5 فایده بسیار اساسی را من براتون میگم، نه تنها به درخت انجیر بلکه برای اکثریت از درختان در فصل پاییز یا خزان شما باید به این 5 دلیل باید کد بدین. اول ای که وقتی که شما در فصل خزان استفاده میکنین، ای را باید شما پیش از یخ زدن آب در زمین استفاده کنین، یعنی پیش از ای که بارندگی شروع میشه از هوا سرد میشه از زمین ها یخ میزنه، پیش از یخ زدگی شما باید کد بدین که ای زمان دقیق استفاده کددهی هست. و 5 فایده ای را که داره، البته شما پیش از یخ زدگی که استفاده کنین و ای در ریشه ها آهسته آهسته جذب میشه در جریان زمستان، و وقتی که در ریشه ها جذب میشه ریشه ها قوی میشه، زمستان ریشه ها را سرما نمیزنه، ریشه ها را گرم نگه میداره و بسیار برای ریشه ها سودی بسیار زیاد داره. و فایده دوم، در انساج درخت شما ذخیره میشه. وقتی که مواد غذایی توسط ریشه ها جذب شد، در انساج شاخه ها، پندق ها، جوانه ها اینا ذخیره میشه، جوانه ها بسیار پرقدرت و قوی خود نگه میداره و به هیچ وجه توسط کدام چیزی از بین نمیره و بسیار قوی در اول بهار ظاهر میشه. و فایده سومش هم باعث رشد خیلی عالی در فصل بهار میشه. وقتی که مواد غذایی اینجا آماده باشه، 3 ماه زمستان رای استفاده کرده باشه، بارندگی میایه، آب میایه، اینا را تجزیه میکنه، در ریشه ها جذب میشه و اولی بهار بسیار درخت شما سرسبز، قوی، شاداب و پرقدرت ظاهر میشه. فایده چهارمش هم بسیار مقاوم میشه. مقاومت در مقابل چی؟ آفات، امراض، سرما خیلی کار درست را انجام میده. مثلا نمونه اولشی است که ریشه ها را گرم نگه میداره و ریشه ها مواد غذایی را جذب میکنه، از سرما ای کنترل میکنه چون زمین را گرم نگه میداره. و دوم همی که وقتی که در انساج نباتات جذب میشه، انساج درختان شما جذب میشه، باعث قوی ساختن میشه، یعنی سیستم دفاعی درخت شما قوی میشه در مقابل آفات و امراض، میتونه به راحتی مقابله کنه. و فایده پنجمش هم رشد و همچنین میوه‌دهی متعادل هست که درخت شما رشدش با میوه‌دهیش تعادل و یک تساوی اینجا برقرار میشه. مثلا شما میبینین که یک سال یک درخت بسیار زیاد رشد کرد و سال دیگه اصلا میوه کرد، رشد نکرد، یعنی سالبری به وجود میآید. یعنی وقتی که شما در فصل خزان کد میتین، سالبری را از بین میبرد، درخت شما رشد و میوه‌دهی به صورت متعادل همزمان انجام میشه. خب حالا اگر بخوایم کد بتیم در فصل خزان، خب درست است که پیش از یخ زدن زمین باید کد بتیم. با چه رویشی کد بتیم؟ چگونه باید کد را استفاده کنیم و از کدام نوع کدها استفاده کنیم؟ رویشش ما در 5 مرحله را برای شما تشریح میکنم که در طی 5 مرحله شما میتونید که از کد استفاده کرده، چی نوع کد و چه قسم استفاده کنین. مرحله اول پاککاری هست، فصل خزان هست، شاخ و برگ اضافی هست و همچنان گیاهان هست، گیاهان هرزه و ممکن آشغال های دیگه هم باشه و حتی شاخبوری و هر از هم ضرورت باشه و تنجوش ها و پاجوش ها هم شما باید پاک کنین، یعنی در کل شامل پاککاری میشه که حرکت اول شما باید پاککاری را انجام بدین. موضوع دوم شخم زدن هست.
در فصل پاییز یا فصل خزان شخم زدن اطراف درخت واقعا فرض است برای یک باغدار که باید منظم شخم بزنه. و مرحله سوم کود DAP هست یا کود دای امونیم فاسفید که فسفرسش زیاد هست و این بسیار مؤثر هست و برای هر درخت در یک سال 50 گرم میتین. مثلا درخت شما اگر 5 ساله باشه 250 گرم کود DAP برایش میدین که افغانستان کود سیا میگن. سونا DAP در کل نوشته شده روی بوجی ها که شما میتونین از اونا تشخیص بتین و از اونا استفاده کنین. و همچنان موضوع چهارم کود حیوانی هست. چی مقدار کود حیوانی باید داده شود که بهترین فصل استفاده از کود حیوانی در فصل پاییز یا خزان هست؟ کود حیوانی را شما 3 بیل در عوض یک سال استفاده کنین. اگر درخت شما یک ساله هست 3 بیل کود حیوانی کاملا تجزیه شده استفاده کنین. اگر درخت شما 2 ساله هست 6 بیل استفاده کنین. اگر درخت شما 4 ساله هست 12 بیل استفاده کنین و این بیل ها را میندازین که این موضوع چهارم بود. موضوع پنجم هم شخم زدن دوباره و آبیاری هست. مرحله پنجم شما ایره دوباره شخم میزنین. خاک را که قبلا شخم زده بودین باز ایره که سرش انداختین دوباره شخم میزنین با خاک یک جا شوه و بعد آبیاری میکنین. آبیاری خزانه را انجام میتین، ریشه ها جذب میکنه، بسیار قوی و پرقدرت میشه و برای زمستان آماده میشه. چون هر شما که زمستان نزدیک هست، بعضی قریه های سرد سیر هست، شما مواد غذایی ذخیره میکنین، اصلا به این فکر نیستین که درخت ها هم باید مواد غذایی ذخیره داشته باشه، آب ذخیره داشته باشه و خیلی سختش برش وقتی که سرمای زمستان میاد اینا باید مقاومت داشته باشه. پس این 5 مرحله رو انجام بدین. کد هایش برای شما گفتم که کدام نوع کد استفاده شوه، چی فایده داره و چه قسم شما باید استفاده کنین. امیدوارم که این ویدیو را شما ذخیره کنین، دانلود کنین و برای دوستای خود شیر بسازین، شریک سازی کنین تا اینکه تمام باغدارای فارسی زبان و در زبان در هر گوشه دنیا که هستن از این روش استفاده کنه و برای تمام درختان خود. درست است که ما برای درخت انجیر تشریح کردم، ولی شما به صورت نمونه ما تشریح کردم، شما میتونین برای تمام درختان شفتالو، زردالو، خرمالو، انجیر، انگور، هر نوع درختی که دارین با همین سیستم کار کنین، بهترین نتیجه را میگیرین که ما سالها هست این امتحان کردیم، نتیجه خوب گرفتیم. خب دوستای عزیز، لایک ویدیو یادتان نروه. اگر کانال را سابسکرایب نکردین سابسکرایب هم بکنین تا اینکه ویدیوهای جدیدی را که میسازیم جا نمانین. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.